أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب در سیر معارف دایا بانزه سومالی بعد از اون حمد و ثنای الهی که گفتیم رسیدیم به بحث قصد و عزمی که انسان سالک برای طی طریق اون سبل الله پیدا کرد و در این مقام بود که به چند در واقع اعتراف و چند اقرار دست زد، از جمله اقرار به این که این عبد استحقاق هیچ یک از الطاف و عنایات حضرت حق رو نداره، با این تعبیر که فرمودن من غیر استحقاق الاستماع که منی و الاستجاب العفو که عنی، اما از اون طرف سرشار از امید بودند با این در واقع اعتذارها و با این نازهایی که این انسان در واقع سالک در برابر پروردگار داره به کار میبره. اینجا ما هم با در واقع مقوله اعتذار و عذر آوردن در برابر بارگاه روحی مواجهیم و هم با نازهای در واقع مناجات گونه ای که این فقرات در واقع موجود هست. ازا به این شکل در واقع دعا رو ادامه دادن که هرچند من استحقاق استماع تو رو ندارم، هرچند استحقاق در واقع اجابت شما رو ندارم، اما لثقتی به کرمک و سکونی الى صدق وعدک و لجئی الى الایمان به توحیدک، هم به خاطر اون وثوق و اطمینانی که به کرم شما هست، هم آرامش و سکونی که نسبت به صدق وعده شما وجود داره، حالا اون وعده در واقع همون امر و تقاضای الهی بود که وصل الله به فضله ان الله کان بکم رحیم، ما که حضرت در ادامه فرمودن لیسن صفات که یا سیدی هم تعمره به سؤال و تم نهل عطیه و تم نهل عطیه و انتل من نام بالعطیات علا اهل مملکتک. تو این فرازها در واقع حضرت هم داره اون عدم استحقاق و عدم شایستگی خودش رو نسبت به الطاف و عفو و بخشش الهی اعتراف و اقرار میکنه و هم از اون طرف در واقع سرشار از امید هست به خاطر اون وثوق و سکون به حضرت حق و صدق وعده بارگاه رو. و از اون طرف هم تنها مایه امیدواری که در وجود خودش میبینه خب همون ایمان و یقین به توحید هست که فرمود و لجئی الى الایمان به توحیدک و یقینی به معرفتک که منی ان لا رب لی غیرک ولا اله الا انت، که عرض شد در مناجات های دیگه هم باز این توحید و این ایمان به حضرت حق در واقع به عنوان یک ملجأ و سرپناه بازخوانی شده، مثلا در همون مناجات های 15 امام سجاد علیه السلام اونجا داریم که الهی نفسون اعززتها به توحید که کیف تذلها به مهانت هجرانک و ضمیرون انعقد علا مودت که کیف تخرقه به حرارت نیرانک، و حالا اون تعابیر که ما حاکز از ذنبک و المعروف من فضلک رو در عدیه مختلف توی این فضاها داریم، یعنی اون ملجأ ایمان و یقین به توحید حضرت حق ولو این که
خود انسان سالک میدونه که اونها هم چندان به قلب و جانش رسوخ پیدا نکرده، شاید فقط در واقع همین لفاظی هست که داره انجام میده، یا حالا در اون مراتب مثلا فرض کنید ذهنی و اعتقاد عقلی خودش یک همچین اعتقادی پیدا کرده، میدونه که این ایمان و توحید همچه بسا خیلی راسخ نیست در نفس و جانش، اما نسبت به همون ایمان و به همون میزان از در واقع توحید و اعتقاد به توحید باز احساس میکنه که یک مایه امیدی و یک خمیر مایه در واقع در وجود خودش هنوز هست که بهش در واقع تکاب کنه. و به خاطر همین هم هست که خب ما ایمان رو در معارف قرآنیمون ذات مراتب میگیریم و در واقع یک مفهوم تشکیکی میدونیمش دیگه، که حضرت حق به خود همون مؤمنینی که در صف پیامبر اکرم بودند ایمان آورده بودند، چه بسا در مجاهدت ها و رزم ها هم شرکت داشتند، اما به همون ها هم باز امر کنه که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی باز در واقع ایمان پیدا بکنید و از این ایمان لفظی به در واقع ایمان اعتقاد و یقین و باور برسید و از همون یقین و باور هم این ایمان به قلب در واقع نفوذ بکنه، رسوخ پیدا بکنه و سراسر وجود آدمی رو و سراسر اون انگیزه ها و گرایش ها و حب و بغض ها و امیال در واقع انسان رو توحید مدیریت بکنه. لذا فرمود که بله یا ایها الذین آمنوا آمنوا، و نشانه این افزایش ایمان در واقع در معارف قرآنی همون حب و عشق و محبت الهی شمرده شده که والذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که در واقع ایمان حقیقی دارن، باور قلبی و اعتقاد قلبی درشون به وجود اومده، اونها خب حبشون هم به پروردگار بیشتر هست و عرض کردیم دیگه این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که در واقع این افزایش حب و دوسویه شدن در واقع این حب نشانه و اماره افزایش ایمان مؤمنین به شمار میاد. هر از این فقرات رو داشتیم مرور میکردیم که بله حضرت با اقرار و اعتراف به این که استحقاق این همه لطف و مرحمت الهی رو ندارد، اما پناه میبره به ایمان به توحید، یقین به توحید، معرفت به این که رب این عالم و رب در واقع جان خودش کسی نیست جز حضرت حق و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک اللهم انت القائل و قولک حق و وعدک صدق، دیگه تفصیل همون فقرات گذشته است. اسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، از صفات تو نمیشناسیم این رو که خودت بخوانی ما رو اما راهمون ندی و در واقع منع کنی عطایای خودت رو، در حالی که و انت المنان للعطیه، ما از دوره‌ای که در واقع پا به هستی گذاشتیم پیرامونمون مملو و از عطیات شماست، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، ما خیلی از مسئلت هایی رو که حتی به زبان هم نمی آوردیم اینها رو تو تأمین کرده بودی، حتی قبل از وجود ما خیلی از در واقع الطاف و عنایات رو برای ما مهیا کرده بودی. حالا چطور ممکنه که من در این مسئلت و این طلب و خواهش حقیقی که درم شکل گرفته تو منع بکنی از عطایا و بخشش خودت؟ بعد دیگه همین فقرات رو دنبال میکنن حضرت که بل آید و علیه متحنن رعفتک، و تو در واقع با محبت و رعفت خودت حس کردی در واقع این نیازهای اونها رو و اون حسن نعمت خودت رو بهشون در واقع اعطا کردی. بعد میرسه به اون باز در واقع اون نازهایی که عرض کردم
که الهی لبیکنی فی نعمی که به احسانی که صغیرا و نوحت بسمی کبیرا فیا من ربانی فی الدنیا به احسانی و تفضلی و نعمی و اشار فی الاخرت الى عفوهی و کرمه معرفتی یا مولا دلیلی علیک و حبی لکه شفیع علیک، که در واقع باز اشاره به همون منیعتیات و امتنانهای الهی هست که در طول حیات دنیوی تمام در واقع نعم و الطاف پیرامونی من از طرف تو شامل حال من شد و تو برای تحت ربوبیت خودت در نعم و احسان خودت در واقع تدبیر کردی و به اینجا رسوندی و حالا که در واقع در دنیا من رو اینقدر مورد لطف عنایت خودت قرار دادی، خب من امید دارم و انتظار دارم در عقبا و آخرت هم در واقع عفو تو و کرم تو شامل حال من بشه و خودت هم وعدش رو دادی و وعده صادق تو تخلف ناپذیر. تا باز میرسم به اینجا که معرفتی یا مولا دلیلی علی، که شبیه همون فقرات آغازین آقای ابو حمزه است که اونجا میگفتیم به که رفت خوی که هم تدللتنی علی ولولا هم لم ادر ما اند، اینجا هم این تعبیر رو داره که معرفتی یا مولا دلیلی علیک، شناخت من بهترین نشانه و بهترین راه نماز بر وجود تو، چون شناخت در واقع متعلق میخواد، تا معلومی وجود نداشته باشه در دار هستی شناخت به اون معلوم امکان پیدا نمیکنه. اینکه من شناخت دارم و این شناخت شاید در واقع یک شناخت ضروری و اضطراری در وجود من هست که قرآن تعلیم داده افلاح شک فاطر السماوات و الارض، همین شناخت در واقع بهترین دلیل بر وجود تو و بر حضور تو و بر در واقع اون ساحت ربوبی و تدبیر و اداره توست. معرفتی یا مولا دلیلی علی و حبی لک شفیعی الهی که عرض کردیم دیگه، اون سیر هستی بر مدار در واقع حب و همه کمالات و همه حرکات در واقع بر اساس حب که شکل میگیره، در واقع هیچ سیری غیر از در واقع حب و عشق به اون فعلیت آینده خودش، به اون کمال آینده خودش در واقع شکل نمیگیره. این که انسان خواستار کمال مطلق هست، این که انسان خواستار و طالب جمال مطلق هست، اینها همه نشان میده که یک در واقع امر مطلقی وجود داره، یک وجود مطلق با همه صفات کمالی مطلق خودش هست و اونه که در واقع داره کشش ایجاد میکنه. آتش من نشان آتش توست، اون در واقع صفات کمالی توی که در واقع این کشش و جاذبه رو برای من سالک به وجود میاره و من میل پیدا میکنم به اون کمالهای مطلق، اون صفات نورانی مطلق. پس هم معرفت من دلیل بر وجود تو و حضور تو و ربوبیت توست و هم حبی که من نسبت به تو دارم در واقع نشان دهنده اینه که اون امر مطلق و اون صفات کمالی مطلق در تو جمعه و همین حب امید داریم که مایه در واقع شفاعت ما باشه. حب بیلک شفیعی الک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی الى شفاعتک، و من هم کاملا آرامم به واسطه این محبت و شفیعی که به درگاه تو آوردم و دلارام من اینه که در واقع این معرفت من دال بر وجود توست و به سمت تو دارم حرکت میکنم، که یا ایها الانسان انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی. لذا این جهادی که اون فرازهای در واقع نورانی عدیه و مناجات هامون بیشتر به در واقع اون نازها گرایش پیدا میکنه، که مثلا در مناجات شعبانیه میخوندیم دیگه که بین ادخل تن نار علم تو اهلها انی احبک، و اون فرازهای نورانی و اینها که حالا باز جلوتر تو همین مناجات ابو حمزه هم میرسیم.
بعد اینجا دیگه اون در واقع اقرارها و اعترافها ادامه پیدا میکنه، اما عرض کردم توأم با یک در واقع ناز و یک عدد عجیبی رو اینجا در این عبارات داریم، یک خوف و رجاء تجمیع شده ای توی این فقرات نورانی هست که حالا در ذیل هل فقلی اشاره میکنم انشاءالله. از اینجا شروع میکنه دیگه، ادعوک یا سیدی به لسان قد اخرسه و زنب و رب اناجی که به قلب قد اوبقه و جرمه، ادعوک یا رب راغبن راغبن راجین خائفا اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت اما و اذا رأیت کرمک تمعت فإن عفوت فخیر راحم و ان عذبت فخیر ظالم. دیگه بعد اشاره به همون گناهان خودش داره که ادعوک، من تو رو میخوانم به خاطر همون کششی که تو در من ایجاد کردی، به خاطر اون جاذبه و مغناطیسی که تو به وجود آوردی، میخوانم تو رو اما میدونم که وضعیتم خیلی مناسب نیست، با زبانی دارم تو رو میخوانم که اخرسه و زنبه، در واقع این زبان آلوده به گناهان و مایه گنگی و مایه لالی این زبان شده در برابر تو، من نمیتونم صاف و صادق با تو صحبت کنم چون میدونم که این در واقع گفتار زبانی اون صدق واقعی و صدق حقیقی رو نداره. اعتراف میکنم به محبت تو، حتی همین محبت زبانی رو هم شفیع در برابر تو قرار میدم، اما میدونم که این محبت راسخ نیست. اگر این محبت راسخ بود که الذین آمنوا اشد حبا لله، خب باعث که اون مراتب ایمان من بالا میرفت، اون تبعیت من از اوامر و نواهی بالا میرفت، اون دلدادگی من به تو خودش رو بروز میداد و نشان میداد. لذا چون میدانم که این زبان صدق تام و صدق واقعی نداره، لذا به یه معنا گنگه و کم میاره در برابر بارگاه روحی. ادعو که یا سیدی به لسان قد اخرسه و زنبخ رب اناجی که به قلب قد اوبقه و جرمخ، و میخوام مناجات بکنم با تو. و عرض کردیم دیگه اون مراتب عالیه مناجات و پاسخی که در واقع معشوق به مناجات میده با قلب سالک هست که در واقع شنیده میشه. امیر المؤمنین عرض کردیم در اون فراز نهج البلاغه میگفتن دیگه که فاستسبقوا بنور یقظتن فی الاسماء و الابصار و الافئده، یا اون تعبیری که ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. حالا به مناسبت این تعبیر قلبی که اینجا وارد شده، شاید فرصت و مناسبی است که اون وعده‌ای که داده بودیم یک مقدار پیرامون جایگاه قلب در معارف و در سیر تربیتی اسلام صحبت کنیم، اینجا شاید جای مناسبی باشه. هرچند در تعابیر بعدی هم باز همین قلب در واقع به کار رفته و اونجا هم در واقع همون خواستی رو که در مناجات شعبانیه به نوعی داشتیم در همین فرازهای نورانی ابو حمزه هم جلوتر میاد. اما اینجا بیشتر اون تعبیر قلبی که قد اوبقه و جرمه در واقع وارد شده، اشاره داره به این که در واقع قلب، عرض کردیم، مخاطب نجوای پروردگار به یک معنا، اما جرم و در واقع ذنوب و معاصی و رفتار ما در واقع این قلب رو ویران میکنه، قلب رو به یک معنا در واقع از اون کارکرد اساسی خودش در جان و نفس انسان باز میداره. و یه نقطه سری این که این قلب خب در معارف دینی ما خیلی روش تاکید شده، اما در مباحث معرفتی و حکمیمون چندان پرداخت جدی بهش نشده. ما در بحثای حکمی و فلسفی بیشتر روی همون جنبه‌های ادراکی، حس و خیال و عقل و
اینها داریم تأکید میکنیم. توی جنبه‌های اخلاقی هم باز بیشتر حکما و بزرگان علم اخلاق روی عقل عملی در واقع دست گذاشتن و اون بُعد رو بیشتر پررنگ کردن. حتی خب اون قوای عملی دیگه، اون امیال و گرایش های نفسانی دیگه هم بحث میشه در مبحث اخلاقی، ولی اینا دنبال این هستن که در واقع عقل به امارت برسه و اون تعبیر که رب عقل اسیر تحت هوان امیر نشان میده که در اون سرزمین نفس ما، در اون کشور در واقع نفس ما، خیلی از این امیال و شهوات و خواستها میخوان بر اساس اون تمنی که درشون هست به امارت نفس برسن و فرمان روایی نفس در حیطه اختیارات اونها قرار بگیره. هر کدوم غلبه پیدا کنه، خب طبیعتاً جهتگیری نفس رو او مشخص میکنه، گرایش ها و اراده ها رو او تنظیم میکنه. بذار حضرت امیر در اون قصار نورانیشون میگن دیگه که رب عقل اسیر تحت همان امیر، عقلی که بایستی فرمان روای کشور نفس میشد چرا سا اسیر تحت در واقع هواها و هوسها و شهوات قرار میگیره. و خب دانش اخلاق تلاش میکنه راهکارهایی رو ارائه بده که اون امارت رو به عقل بازگرد، یعنی اونجا هم باز بیشتر عقله که پررنگ در ادبیات اخلاقی ما. تو حواس یکی و معرفتی هم که خب عقل نظری پررنگ است. اینکه قلب دقیقا جایگاهش در واقع کجاست و چرا در آیات قرآن اینقدر روی قلب یا حالا تعبیر افئده یا تعبیر صدر تو ادبیات قرآنی پررنگه؟ البته عرض کردیم در همین مباحث طبیعی و حالا فیزیولوژیک بدن و اینها هم یه اماراتی هست که قلب ظاهراً یک حساسیتی رو درش وجود داره و شاید خیلی از اموری که به حیات انسان حتی میگم از نظر طبیعی و فیزیولوژی مربوط میشه، اولین نشانه ها و امارات خودش رو در قلبه که در واقع یه جورایی بروز میده. و ما هم خب تو ادبیات عرفانی یا همین ادبیات متعارف عادی روزمره خودمون خیلی چیزها رو در واقع به دل نسبت میدیم، که تو واژه‌هایی که مثلا فرض کنیم با دل به نحوی ترکیب شده تو ادبیات فارسی ما فراوان هست. شاید 60-70 تا در واقع ترکیب لغوی داریم که ما با دل در واقع ترکیبش میکنیم، در حالی که مثلا فرض کنید با مغز که یه جورایی در واقع اون جنبه طبیعی و مادی ادراکی ما رو تأمین میکنه، ما اصلا کلید واژه خاصی یا واژه ترکیبی خاصی نداریم. البته خب چند تا واژه توی همین دوران در واقع متأخر ما از غرب ترجمه شده، مثلا فرض کنید فرار مغزها یا این تیپ مثلا تعبیرها، ولی کاملا وارداتیه و ترجمه از همین زبانهای مدرن ماجراست. اما نسبت به دل خب کلید واژه های در واقع بسیاری هست که ما تو زبان فارسیمون داریم. عربی هم تقریبا همینطور، در ادبیات عرب هم با قلب و دل واژگان و ترکیب های بسیاری رو فراهم کردن و این نشون میده که ما در زیرساخت حکمی و معرفتی زبانمون دل و قلب جایگاه اساسی داشته. به نظر میرسه که این زیرساخت حکمی و معرفتی از تعالیم انبیا و ادیان آسمانی به زبان ما در واقع راه پیدا کرده و قرآن کریم هم روی همون تراث ادبی و تراث حکمی است که این مقدار روی قلب در واقع تأکید میکنه. حالا اینکه رابطه اون قلب معرفتی و قلب معنایی با این در واقع اندام صنوبری در وجود ما چه نسبتی دارد آیا یا اصلا نسبتی ندارد، خب اینا دیگه در تحقیقات و در واقع حوزه اختیارات علوم تجربی است، ما اونجا رو خیلی نمیخوایم
روش بحث بکنیم. فقط در علوم تجربی این مقدار گفتن که ظاهرا یک روابطی و یک نسبت‌هایی برقرار هست. اما انشاءالله اگر عمری باشه و فردا شب محضرتون باشیم، یه مقدار قلب رو در معارف رباییمون و به خصوص در آیات الهی و آیات قرآن بیشتر پرداخت کنیم. شاید در واقع این معنا که مخاطب مناجات پروردگار، مخاطب الهام پروردگار، مخاطب وحی پروردگار که در آستانه در واقع شبهای قدر هستیم و ظرفیت پذیرش اون کلام ثقیل و وحی الهی در قلب پیامبر اکرم در واقع رخ داده، انشاءالله اینها رو یه مقدار مخاطب بشیم و ببینیم حالا در حد همین ادراکات مفهومی و سوری و ذهنی میتونیم به دوای جنبندی برسیم که قلب در ساحت معرفت انسانی و در ساحت گرایش ها و اراده و عزم انسانی چه جایگاهی میتونه داشته باشه. به فضل پروردگارشان به این بحث رو دنبال خواهیم کرد. خب باز با همه خضوع و خشوع عاجزانه مسئلت میکنیم از بارگاه ربوبی که توفیق و مناجات و لذت و حلاوت عبودیت و بندگی خودشون در این فرصت نورانی ما مبارک رمضان از ما دریغ نفرماید و ما رو مشمول عدیه سحری ما و اصحاب و خلافلا قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.